زنان ایرانی در یک سال گذشته برای اولین بار به کمپین میتو یا من هم پیوستند. اونها از آزار و اذیت جنسی که بر اونها در محل کار، دانشگاه و جامعه رفته بود حرف زدند. در جامعه‌ای که هنوز شاید آمادگی صحبت کردن در این موارد رو نداشت و چالش‌های بسیاری به همراه داشت. سارا امتلی یکی از اولین زنانی بود که درباره آزارهای جنسی به طور علنی صحبت کرد و عواقب اون رو هم به جون خرید. از او پرسیدم چه شد که تصمیم گرفت در این باره صحبت کنه. کل این اتفاق یک شبه نبود، یعنی یک تصمیم یک شبه نبود. به هر حال مدت ها از این مسئله گذشته بود و من خیلی وقت بود که بهش فکر، به انجام این کار، به صحبت کردن به طور علنی درباره این موضوع فکر می کردم. راستش نقطه عطفش فکر می کنم زمانی بود که جنبش میتو در امریکا و کلا در غرب به راه افتاد و پیامدهایی که داشت، اتفاقهایی که می افتاد و شکل تحسین برانگیزی که داشت این شجاعت زنان در گفتن، بیان کردن واقعیت‌های تلخی که بر اونها گذشته بود، خب این برای من خیلی الهام بخش بود و فکر می‌کردم که اگر یک روزی یک زن ایرانی شروع کنه در این مورد حرف زدن، من حتما دومین نفری خواهم بود که ازش حمایت، در واقع دومین نفری خواهم بود که میام این موضوع رو مطرح میکنم و از این فرد حمایت خواهم کرد. ولی در مورد، با توجه به اون اتفاقایی که افتاده بود توی حالا همون 3-4 روز قبل از اینکه، یک دو هفته قبل از اینکه من بنویسم در این مورد، با خودم فکر کردم خب چرا تو اولین نفر نباشی؟ چرا فکر میکنی که شجاعت کافی رو برای اینکه با اسم خودت بیای و در مورد این موضوع حرف بزنی چرا نداری؟ یه مقدار این فکر کردم به این موضوع برام اولش سخت بود. فکر میکردم که خب تنها سوالش اینه که واقعا شجاع نیستی به اندازه کافی و تحمل پیامدهاش رو نداری. تحمل پیامدهاش رو داشتین به خاطر اینکه به هر حال هم عده استقبال کردند و حمایت کردند، هم عده هجمه های تندی علیه شما داشتند بعد از صحبتاتون. تحملش رو داشتید؟ فاکتور خیلی خیلی مهمی که باعث شد من بنویسم این بود که میدونستم، مطمئن بودم که از حمایت اطرافیان نزدیکم، خانوادم و دوستانم برخوردار خواهم بود. اما راستش تصور حجمه های بیشتری داشتم. تصور من در مورد بازخورد هایی که میگیرم متفاوت بود. فکر میکردم که حمله ها خیلی بیشتر از پیام های همدلانه و حمایتگرانه است. اما گفتن این نکته واقعا به نظرم ضروریه که هر چقدر این پیغام های حالا حاوی قربانی نکوهی، سرزنش فردی که اومده و حرف زده و حاوی انکار در واقع کم باشه در قیاس با پیام های همدلانه، باز هم از میزان گزندگیشون کم نمی کنه. و خب من در طول این مدت تونستم با فکر کردم به 2-3 تا موضوع مسئله رو برای خودم میخورده بشکافم و بفهمم اون افرادی که من رو انکار میکنن، افرادی که بهم حمله میکنن، چیه که باعث میشه این اتفاق بیفته و این موضع رو بگیرن. و درک اونها خیلی به من کمک کرد که کنار بیام با موضوع و تحملش برام راحت باشه. در کنار درک اونها، موضوع خیلی مهمی که به من کمک کرد این بود که میدونستم که ما به هر حال در جامعه زندگی میکنیم که از فقدان آموزش کافی درباره مسائل مرتبط با زنان، مسائل جنسی و جنسیتی، رابطه جنسی سالم و برابر رنج میبریم. این فقدان در آموزش رسمی ما خیلی جدیه و خب ما هیچ کدوم آموزش ندیدیم برای اینکه در چنین موقعیتی با چنین اتفاقهایی چجوری به شکل سازنده برخورد بکنیم. این دو موضوع در کنار هم خیلی به من کمک کرد که با این پیام های منفی کنار بیام و از خودم و از سلامت روانم مراقبت کنم. فکر میکنید که حرکتی که شاید شما به نوعی شروع کنندش بودید ادامه پیدا بکنه یا اینکه مثل یک موجی بود که آروم گرفت؟ من فکر میکنم که یک لحظه‌ای بود که
مثل یک ظرف کریستالی که به نقطه شکستن میرسه شکست، و یک چیزی که فکر میکردیم همیشه که غیر قابل انجامه، غیر قابل گفتنه، غیر قابل رسیدنه، اون لحظه ما از اون لحظه عبور کردیم. شاید از این به بعد زنانی که بخوان موضوع رو مطرح بکنن راحت تر بتونن قدم بردارن، حرف بزنن، اعتماد به نفسش رو پیدا بکنن که بیان و صحبت کنن. اما در غیاب، من فکر میکنم، قوانین حمایتگرانه از زنان در ایران، خب ما شاهد جنبش دامنه‌داری مثل جنبش میتو در غرب نخواهیم بود. متشکرم از شما سارا.